من فکر میکنم برای شروع اول شاید باید به این موضوع بپردازیم که اصلا تبلیغات جاش تو دنیای بازاریابی کجاست. خب در واقع تبلیغات یکی از ابزارهای پروموشنه و پروموشن هم یکی از اجزای مارکتینگ میکسه. پس حداقلش اینه که ما الان باید اینو بپذیریم که تبلیغات هم به عنوان یکی از ابزارها قرار هستش که ما کمک بکنه تو بحث آگاه سازی مخاطب، جذب مخاطب و احتمالاً ترغیب مخاطب، ما در همین حد باید ازش توقع داشته باشیم. اما نکته‌ای که شما فرمودید، بله اینو باید بپذیریم. شاید سالها پیش وقتی که آقای الریس کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی رو نوشت، که البته کمی کتاب رو کسی خونده باشه میدونه کمی کتاب سوگیرانه نوشته شده شاید، و آقای الریس در واقع کیس هایی رو انتخاب کرده که اینا عمدتاً به جای تبلیغات روی روابط عمومی یا پابلیک ریلیشن تمرکز کردن و نتیجه گرفتن. اما یک حقیقتی داره نشون میده که خیلی از شرکت ها اومدن و تمرکز خودشون رو از روی تبلیغات به سمت روابط عمومی بردن، و یکی دلایل مهمش هم تغییر نسل بازاریابیه. ما در گذشته با اصطلاحاً اوتباند مارکتینگ یا تبلیغات درون به بیرون سعی میکردیم در توجه مخاطب اینترابت بندازیم، به قول ستگادین اینترابتد مارکتینگ بودیم، وقفه مینداختیم در توجه مخاطب و میگفتیم به ما نگاه کن، به ما توجه کن. اما امروز همونطور که شما میگید در نسل چهارم و پنجم بازاریابی که همین اخیراً هم صحبت شده بود دربارش، ما دیگه نمیتونیم اینجوری توقع داشته باشیم که من بیام وسط صدا و سیما وسط یه سریال تبلیغات پخش کنم و فکر کنم میلیونی بازدید میشه. اصولا وقتی مردم میبینن یا خاموشش میکنن یا صداشو قطع میکنن. این تا بیلبورد توی خیابون هاست ما اصلا متوجهشون نمیشیم. نمیگم اینها بی تاثیرن، قطعا این حرف غلطی است، قطعا هنوز تاثیر دارن، قطعا هنوز تبلیغات موثره. اما باید بپذیریم که به سبکی متفاوت و گونه متفاوت موثره. من اجازه میخوام که در شروع صحبت هامو قبل از اینکه وارد بحث چالش ها بشیم، دو تا استاد خیلی ارزشمند نام ببرم که خود من خب واقعا اون چیزایی که از تبلیغات بلدم رو از این دو تا استاد یاد گرفتم و کتاب‌هاشون رو خوندم، کلاس‌هاشون رو رفتم. آقای دکتر محمود محمدیان که خب واقعا بزرگ همه ما هستند، کتاب مدیریت تبلیغات ایشون اولین کتاب مرجع قوی بود که تألیفی بود و خیلی دید درستی به تبلیغات به ما داد، و آقای دکتر فرزاد مقدم که خب من افتخار داشتم دوره کمپین تبلیغاتیشون رو شرکت کنم و کتاب های تبلیغاتشون رو بخونم. و فکر میکنم از نشر سیته هم باید یاد کنیم که واقعا تلاششون برای ترجمه کتاب های تبلیغات خیلی کمک کرد که ما امروز نگاه درستری به تبلیغات داشته باشیم و صرفا تبلیغات رو پول هزینه کردن، سر و صدا کردن، پروپاگاندا ایجاد کردن نبینیم و بدونیم تبلیغات یه اصولی داره، یه ساختاری داره، یه برنامه های پشتشه که قرار نتیجه بده. این در شروع صحبتمون تا با هم جواب کنیم پیش بریم. سلامت باشی. اتفاقا خیلی خوب شد، معمولا خب تو لایو ها دوستان درخواست دارن که مثلا کتاب معرفی بکنیم. من تو ذهنم امروز بودش همین قبل یه ساعت پیش که راجع به انتشار سیته شما صحبت کردیم، واقعا کتاب های خیلی ارزشمند تو این حوزه، هم تو حوزه برندینگ، حوزه تبلیغات دوستان زحمت کشیدن، کار کردن. خدا آقای دکتر مقدم هم اونجا چند تا کتاب و خلاقشون بسیار خواندنیه. پیشنهادم به دوستان این هست که حتما اگه سراغ تبلیغات و دانش راجع به حوزه تبلیغات و واسه برندینگ میخوان دانشی کسب بکنن، حتما سراغ سیته برن. دقیقا ما در خدمت شما. خب میخوام یه ذره آقا مجید بحثمون رو ببرم به سمت در واقع اون اشتباهاتی که هست. یه ذره باز یه سوالی که معمولا پیش میاد، امروز اتفاقا من یه کوشن باکسی که گذاشتم، یکی از سوالاتی که پرسیده بودن همین بود که آقا ما تبلیغ میکنیم چقدر باید بفروشیم. بعد من میخوام از همین سوال اتفاقا شروع کنم و بگم که ما باید اصلا هدفی داشته باشیم برای تبلیغاتمون، چطوریه موضوع، یا نه همینجوری فقط باید پول خرج کنیم، اون از هدف گذاریه شروع کنیم. بسیار هم عالی. ببینید من تو کلاس ها که حالا بر بچه ها به خصوص تو دوره بازاریابی تبلیغات رو تا حدی باز میکنم، بهشون میگم سعی بکنیم با نگاه سیستمی به تبلیغات نگاه بکنیم. روی کرده سیستمی به ما چی میگه؟ میگه خب یک مسئله ایجاد شد، یعنی کارفرما الان اومده برای چی تبلیغ بکنه، مثلا پول اضافه که نداشته، یه مسئله در کسب و کارش دیده، حالا یا
مشاهده کرده مثلا فروشش اومده پایین، یا دیده آقا سهم بازارش رو رقبا دارن میبرن، یا دیده مثلا برندش رو کسی نمیشناسه، یا خدمات و محصولات جدیدی رو رو کرده، یا اصلا داره تغییری میده، یا جشنواره فروشی داره. خلاصه یک مسئله این وسط وجود داره. پس وقتی یک مسئله وجود داره، ما به عنوان کسی که میخوایم مشاوره تبلیغاتی بدیم یا بریم از تبلیغات بهره بگیریم، پس دنبال راه حل هستیم. پس اگر اون مسئله توسط تبلیغات حل شد، اتفاق مثبت افتاده. اگر حل نشد، اتفاقی نیفتاده. پس وقتی نگاه ما میشه مسئله و راه حل، میتونیم از دید تفکر سیستمی نگاه کنیم. یعنی بیایم بگیم ما بر حل این مسئلهمون که مثلا کاهش فروش هست، یک سری ورودی های نیاز داریم، یک سری دیتا و اطلاعاتی نیاز داریم. این دیتا و اطلاعات رو باید بگیریم، بیایم پردازشش بکنیم، تبدیلش کنیم به یک راه حل، و این راه حل رو بریم در بازار اجرا بکنیم و بازخورد بگیریم. این میشه یک سیستم دیگه، سیستمی که ما در دوران راهنمایی شاید تو نظام قدیم اینجوری بود دیگه. یعنی یه اینپوتی ما داریم و یه خروجی ورودی داره، سیستمی یه خروجی داره و حالا دقیقا. حالا اولین اشتباهی کسب و کار کجا اتفاق میفته؟ این که اصلا دید ما به تبلیغات این نیست. ما نه اینپوت درستی داریم، نه آوتپوتمون رو طراحی کردیم، نه میدونیم فیدبکمون چیه، نه پردازشمون حرفه‌ایه. بعد رفتیم دادیم مثلا از این کمپینای نمیدونم چیچی مدیا و چیچی باران و اینا مثلا 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون میدیم، 100,000 تا فالوور میاره. میریم میگه آژانس تبلیغاتی به خصوص دوستانی که بیشتر رسانه دارن، میگه آقا بیا مثلا یه 20 تا برات استرابورد میگیریم، 4 تا مثلا پل میزنیم، 20 تا تاج اتوبوس میگیریم، کل شهر میشناسه. آیا درست است؟ نه. وقتی درسته که با دید تفکر سیستمی نگاه کنیم. و حالا تو این دید تفکر سیستمی ما یک مدل معروف در تبلیغات داریم، مدلی تحت عنوان 5M که حالا در سالهای بعد این مدل به 7M و 8M و طبق معمول توی M-های اضافه میشه، اینجا هم این داستان داشتیم. اما هستش همون 5M. حالا ما میخواییم گام به گام با هم 5M رو بررسی بکنیم و دونه دونه دوستان متوجه میشن که اشتباهات تبلیغاتشون کجاست. M اول تو 5M چیه؟ میشن یا ماموریت. ماموریت میخواد به ما چی رو بگه؟ همون سوال اصلی شما، آقا اصلا تو داری وارد این تبلیغات میشوی با چه هدفی اومدی تو؟ یکی از بزرگترین اشتباهات ما در تبلیغات اینه که ما بدون هیچ پژوهش و تحقیق میریم تبلیغ انجام میدیم. شاید اون مثال معروفی که در دنیای مثلا کسب و کار شنیده میشه، در حد یک استعاره که تو ذهن دوستان بیاد، یه شرکتی در همه دنیا تبلیغات میکرد. تبلیغاتش هم به این صورت بود که یک فرد پابرهنه‌ای بود، بعد پوستر این شرکت بود که کفش‌های زیبایی داشت، بعد یک فردی بود که کفش‌های شیکی پوشیده بود. یه تبلیغ سریالی و همه دنیا هم اکران کرده و جواب گرفته بود. توی عربستان اکران کرد، در شکست شد. چرا؟ چون اونا از چپ به راست بودن، نه از راست به چپ میخوندن. یه آدم با کفشای قشنگ با این برنده همراه میشد، پاور نمیشد. خب این مثال رو زدم از این جهت که ببینیم این ساده ترین چیز در تحقیقه. یعنی اگر شما بدون تحقیقات وارد تبلیغ شدی، هیچ تضمینی نیست نتیجه بگیری، و اگرم نتیجه نگرفتی، هیچ کسی رو نباید بیای مورد شماتت قرار بدی، اشتباه خودت. اگر رفتی به فلان آژانس تبلیغاتی گفتی میخوام تبلیغات کنم، ازش نخواستی نتیجه تحقیقات به تو نشون بده، اشتباه خودت بوده. وقتی ما میگیم میشن باید تعیین بشه، بخشی از این میشن فورسیه، 4 تا 3 معروف. 1. مشتری که میخوایم براش تبلیغ کنیم کیه؟ اصلا ما برای چه مشتری میخوایم تبلیغات انجام بدیم؟ اون مشتری چه دغدغه ها و نگرانی هایی داره، چه ترس هایی داره، اصلا اون مشتری چه نوع تبلیغاتی نگاه میکنه. اگر من دارم برای نسل 90، دهه 90 و 80 نوجوانان و در واقع افراد بین 18 و 19 سال تبلیغ میکنم، مثلا بین 8 سال تا 18 سال، نسل زد، آره نسل زدی ها، اصلا این نسل زد تو نباید بیر رو بیلبورد براش کار کنی، اصلا توجهی به بیلبورد نمیکنه. تو باید ببینی براش مثلا توی رسانه‌های اجتماعی، توی بین گیم‌ها، توی تبلیغ‌های بین آپارات، اونجا تبلیغ بذاری، اصلا اونا رو می‌بینه. اما شاید تو داری برای دهه 60 تبلیغ می‌کنی. دهه 60 هنوزم تبلیغات محیطی رو انتخابشون تأثیر داره. پس اولی سی که باید در میشن تعیین بشه کاستومره.
اون مشتری که ما میخوایم بریم سراغش. حالا خود اون مشتری توصیفاتی دارد که موضوع بحث ما نیست. موضوع دوم کامپتیتورز، رقبا. سی دوم اینه که تو اصلا باید تحلیل کنی توی این بازار رقبای تو کیان، رقبای تو دارن چطور عمل میکنن، این رقبا چه نقاط قوت و ضعفی دارن، چه مزیت هایی نسبت به اونها داری. سی سوم کامپنی، شرکت. لطفا تحلیل کن اصلا شرکت تو توانمندیش چیه، تو اصلا میخوای بری تو این بازار آیا وعده هایی میدی که میتونی از پسش بر بیای. یکی از دوستانی که از این مجموعه های هایپر فرش ها صحبت میکرد جایی میگفت تبلیغات پرحجم انجام داده بود، بعد مخاطبا اومده بودن، مشتری اومده بودن، گفتم خب حتما الان راضی، خوشحال رفتم اونجا، دیدم بعضی فروشنده ها میام کنار فوش میدن به مدیر عامل، خدا لعنتش کنه، میلیونی میره تبلیغ میکنه، دو تا فروشنده اینجا اضافه نمیکنه جواب بده. خب آیا تو اصلا به ظرفیتت فکر کردی که رفتی اینجوری تبلیغ کردی؟ چند نفر در روز میتونی لود کنی؟ اصلا بیان تو مجموعه تو، شرایط تو چجوریه؟ آیا امکان پرداخت اقساطی تا چه سقفی میتونی داشته باشی؟ من وعده های عجیب و غریب بدم همه رو بیارم بعد فردا بمونم تو جواب دادنش. پس سی سوم شرکت یا خود کسب و کاره و سی چهارم هم کاندیشنز، شرایط حاکم بر بازار. الان ما در دوران کرونا هستیم، در دوران کرونا مردم اولا حساسیت های بهداشتشون رفته بالا، نگرانی های سلامتیشون رفته بالا و ثانیا شرایط اقتصادیشون در مضیقه قرار گرفته. اون وقت هنوز تلویزیون روشن میکنی میبینی یه خانواده دور هم جمع شدن، نه هیچکی ماسک داره نه چیزی، خوشحال و خندان دارن دور هم غذا میخورن، میگن میخندن. خب این تبلیغ رو تو در خلاء که پخش نمیکنی، مرد مؤمن داره در مملکتی پخش میکنه که توش کروناه. من همچی سر کلاس ها میگم، میگم یکی از سوالات بزرگ من از زمانی که با دنیای تبلیغات آشنا شدم اینه، اون کدوم خانواده است که صبح که بیدار میشه آقای چهرش آنکات، خانومه آرایش کرده، بچه ها لباس مهمونی پوشیده، همه تر و تمیز آماده هم میشینن سر یه میزی که آب پرتقال و شیر و قهوه و همه چی هم هست و لبخند میزنن و صبحونه میخورن. به قرآن ما تو بالا شهرش هم همچی خانواده ای ندیدیم. خب این تبلیغ اصلا چرا نیست؟ چون اصلا هماهنگ نیست با روند جامعه تو. خب یا از اون طرف ما نگاه میکنیم برای مثلا شرایط اقتصادی جامعه جوری شده خیلی از مردم به سمت اقساطی خریدن، به سمت قیمتهای کمتر اکونومی دارن حرکت میکنن، نه همه جامعه، بخشی از جامعه. بعد نگاه میکنی طرف همون تبلیغی که مثلا دو ساله داره پخش میکنه هنوز پخش میکنه، همون بیلبوردو میزنه. بابا مگه میشه وقتی شرایط جامعه اینجوری عوض شده؟ دکتر مقدم مثال خوبی میزد، میگفت یه تحقیقی که توی مردم اروپا فکر میکنم انجام شده بود که گفته بودن شما توقعتون از تبلیغات در دوران کرونا چیه؟ گفته بودن توقع اینه که مسئولیت پذیر باشه، نشون بده که نسبت به جامعه و اجتماعش حساسه. اونا حتی میان لوگوهاشون توی این دوران ریدیزاین میکنن. دقت کرده باشی مکدونالد اومد اون اما رو از هم فاصله داد، آودی اومد اون حلقه ها رو از هم فاصله، یعنی هر چه گوگل هم این اتفاق افتاد. حتی تو لوگوش میاد ریدیزاین میکنه که نشون بده من درد تو رو میفهمم. این میشه فورسی. این چهار تا سیه که حداقل من باید اینا رو برم در بازارم تحقیق کنم. من یه مثالی الان بزنم، خود شما هم مخاطب. یه مدت بایا صدا سیما رو خفه کرد، یعنی هر کانالی میزدی بایا بود، بایا کن بایا کن بایا کن بایا کن، بله. یه ماهی هم فکر میکنم پخش. خب من از هر کی پرسیدم که میگه اصلا خوشم نمیاد، اعصابمون رو خرد کرد، اصلا خاموش میکنم تلویزیون. بعد من یه سوال میکنم، میگم خب مخاطب بایا کی بود؟ از یه طرف مغازه‌دارها که بیان اونجا غرفه بگیرن، از یه طرف مصرف کنن. اگر فقط بایا میومد اینجوری میگفت با افتتاح فروشگاه در وبسایت بایا 10 میلیون تومان اعتبار تبلیغات آنلاین دریافت کنید، یا میگفت با نصب اپلیکیشن بایا 50,000 تومان اعتبار برای خرید اولیه‌تون دریافت. خب احتمال بسیار زیاد ما دیگه اینقدر بدمون نمی اومد از این تبلیغ. چرا؟ چون می گفتن یه کم منو درکم کرد، یه چیزی برا من تو تبلیغش دیده، یه دغدغه‌ای رو برا من ایجاد کرده. یا من اخیراً به دوستان می گفتم حالا یه تبلیغی که تو صدا و سیما پخش شد و بیلبورداش هم بود درباره یک کرم گیاهی، یک سری محصولات بهداشتی بود، حالا یه موقع شاید ببینن اسم نمیشه بود، اما یه سری جملات پیچیده‌ای رو به عنوان تبلیغ انتخاب کرده بودن که من به هر کی میگفتم
میگفت اصلا یعنی چی؟ اصلا نمیفهمید مخاطب یعنی چی. بعد ما هم یاد گرفتیم جدیدن دیگه کلمه یاد گرفتیم تیزینگ، میگیم اینا تیزینگه، اینا داره میاد که ذهنها رو آماده بکنه. کدوم ذهن رو آماده بکنه؟ طرف اصلا نفهمید داستان چیه که بخواد کنجکاو بشه. باید کنجکاو بشه که بعد آگاه بشه خوب از این چی شد الان. پس چون اون فورسیه اصلا بررسی نمیشه، ما تحقیقمون، ما دیتای ورودی نداریم، ما این هیچی داده ای نداریم. حالا در کنار این فورسی باید عوامل دیگه هم سنجیده بشه، مثل پروداکت، مثل پرایسینگ، مثل پروموشن های قبلیشون، مثل شیوه های توزیعی که دارن، اصلا جایگاهشون در بازار چیه، تصویر برندشون چیه. و اگه این فورسی و فورپی به عنوان 8 عامل حداقلی واقعا سنجیده نشه، تبلیغ نمیتونه موفق باشه. اگرم موفق بوده، الله وقتکی بوده، یه تبلیغ رفته تو بازار و جواب داده دیگه. پس ما تازه تو کدوم امیم؟ تازه ما تو ام اول یا میشنیم. اولیش چی شد؟ تحقیق. فورسی و فورپی رو باید در بیاریم برای بیزینس. دو، هدف تبلیغ رو باید در بیاریم. نکته‌ای که شما اشاره کردید، متخصصا حداقل 3 تا هدف برای تبلیغات همیشه بیان کردن. هدف اول آگاه سازی یا اورننس، هدف دوم ترغیب یا پرسویشن، و هدف سوم یادآوری یا در واقع ریکال یا حالا ریممبر شدن تو ذهن مخاطب. این 3 تا هدفه. اصلا تو تبلیغ تو آیا هدفت آگاه سازی یا هدفت افزایش فروشه؟ اگه هدفت افزایش فروشه، هدفت ترغیب مشتریان بیشتره، پس باید تو تبلیغت، حالا چه بیلبورد، چه تبلیغات محیطی، چه بنر اینترنتی، یه قلابی بذاری که مخاطبو بگیری. جشنواره‌ای، قرعه کشی، تخفیف ویژه‌ای، مسابقه‌ای، یه چیزی. تو مگه نمی‌خوای فروش بیشتر داشته باشی؟ از اون طرف اگه هدفت اورننس یا آگاه سازی بازاره، با یه بازی دیگه باید شروع بشی. پس بعد از اینکه ما فورسی و فورپیمون رو در آوردیم، تازه باید گول یا هدفمون رو در بیاریم. هدفمون از تبلیغات چیه؟ این شد ام اول. تازه من فهمیدم که باید برای چه کسی کار کنم، در چه احتمالا رسانه هایی برم کار کنم، احتمالا رو چه موضوعی باید تو پیامم دست بذارم نتیجه بگیرم. حالا که مشخص شد، به ام دوم میرسیم، مانی، بودجه. تعیین کن اصلا بودجه تبلیغاتی شما چقدره، از چه شیوه ای میخوای بودجه رو تامین کنی، درصدی از فروشته، یه بودجه ثابتی داری، میخوای مستمر هر ماه بودجه بذاری. تازه ما میشن و مانیمون که تعیین میشه، این دوتا اممون که تعیین میشه، اینا اینپوت های ما هستن در اون مدل تفکر سیستم، اینا اینپوت یا ورودی ما. حالا این اینپوت ها که اومد، ما میرسیم به قلب سیستم، یعنی قسمت پروسس. حالا من میام بر مبنای این ورودی هام تو قسمت پروسس یه راه حلی رو میسازم، که اصطلاحا به این راه حل بعدن میگن برنامه تبلیغاتی، کمپین تبلیغاتی. پس این کمپینه این نیستش که من میرم توی مجموعه ای میاد میگه آقای مجیدی کمپین تبلیغاتی خدمت شما، ورق میزنم نوشته که مثلا خیابون همت بیلبورد قیمت اینقدر، ورق بعدی صدا و سیما تیزر شبکه 1 ساعت فلان، بعد میگم این چی، میگم کمپین تبلیغاتی تونه دیگه. این که کمپین نیست، این کلا یه برنامه زمانبندی اکران تبلیغاته، پژوهش پشتش کو، اصلا پیامش کو، تحلیلش کو، هیچی. عمده آژانس‌های ما این انا، یعنی شما فکر نکن مثلا خیلی از آژانس‌های ما الان میگیم دارن اینجور عمل میکنه، نه واقعا نمیکنن. میخوام یه ذره تو فضای دیجیتالش هم مثلا یه جور دیگه نمود پیدا میکنه. به قول شما این حالا اونجا مثلا میگه بیلبورد اتوبان همت مثلا اینطوری، اینجا میگه پیج فلانی، حالا سبک سوشال میده پیج فلانی یه بار اینطوری میره اینطوری، اصلا این آدمه، اصلا مخاطبای تو این آدمه رو فالو میکنن، دنبال میکنن، نه باید به همون بیلبورد همت هست. یعنی میخوام بگم توی شکلهای مختلفش دقیقا یکسانه. دقیقا به این وقتی تحقیقات نیست این میشه دیگه. الان من دوتا مثال بزنم برای جالبه، از این کمپینایی که باب شده و این داستان، حالا از کریم باقری بگیریم تا نمیدونم فلان اینفلوئنسر، اینا همه کمپین را انداخته. یکی از دوستان ما توضیح میداد یه مجموعه فروشگاه فرش و مبلمان و این داستان هاست، یعنی دیگه کف قیمت محصول رو 10 میلیون تومنه دیگه، رو 8 میلیون تومنه. اومده بود توی یه دونه از این کمپین ها و اونا هم جوابش داده بودن بیا میترکونه پیج تو فلان و بیسار و اینا، رفته بود بنده خدا فالوور هم گرفته بود،
واقعیت این کمپین ها هم اینه، واقعیتشون اینه، اصولا بعد از تمام شدن کمپین 70% آنفالو میکنن میرن، یه 30% میمونن، این 30% هم در عمده مواقع قوس فالوورن، فالوورهای روحن، یعنی هیچ اینتراکشنی ندارن. تازه بماند که خیلی هاشون که وجدان کاری هم ندارن فیک میریزن، یعنی آخرای هم مثلا کمپین میرن ای این کلا 50,000 تا فالوور داره، 50,000 تا فیک براش میریزن یا میشه 100,000 تا. خیلی هاشون هم که اصلا اینا که اومدن تو این کمپینا یومینی 10 تا اکانت ساخته، اکانت هیچی هم توش نیست، اومده فقط جایزه رو بگیره. کسی که به خاطر مثلا میگم یه گوشی سامسونگ 5 میلیونی یه ماه خودشو داره علاف میکنه، اینو لایک میکنه، اونو کامنت میذاره، آخه میاد مثلا فرش 8 میلیون 10 میلیونی از تو بخره تو اینستاگرام، خب تهش میشه چی 30 میلیون تو ریخته دور. فازی که دیگه از دانشجوها توضیح میداد میگفت ما رفتیم گفتن آقا اینستاگرام جوش داغ، همه تو اینستاگرام رفتیم کل تبلیغات اینستاگرامی کردیم، زنگ خورمون خیلی رفت بالا، اون تا اینایی که زنگ میزدن خانمای خونه‌داری بودن که از ما میخواستن زنجیر چرخ خیاطی بخرن. من تولید کننده زنجیر تجهیزات صنعتی ام، اصلا من ندارم اونی که اینا میخوان. گفتم خب برادر من تو اینستاگرام رفتی اصلا زنجیر تجهیزات صنعتی تبلیغات کردی، چه کاری بوده اصلا، چرا این اتفاق میفته؟ چون پژوهشی نیست، به جو یه شرکت، به جو یه آدم، به جو دوستان، جو اینستاگرام دیگه. همه میگن ما حتما باید پیج داشته باشیم، حتما باید پول توش خرج کنیم، حتما باید محتوا تولید کنیم، و اصلا به این ور قضیه که اصلا مخاطبش اینجا هست حداقل فکر نمی‌کنم اون کاستومری که شما فرمودین یکی از سیای فورسی. و این اولین و بزرگترین اشتباه به نظر، یعنی اولین و بزرگترین اشتباه در کمپین های تبلیغاتی از همون ام اول شروع میشه که پژوهش مناسبی پشت یک کمپین نیست، شناخت کافی از بازار هدف، از رقبا، از کسب و کار، از شرایط بازار، از محصولمون، از شیوه های قیمت گذاریمون، از بررسی پروموشن های قبلیمون، از شیوه های دسترسی محصولمون در بازار، از پوزیشنینگمون، از اینا هیچی نمیدونیم، بعد میام تبلیغات میکنم. خب دیگه کاملا یک شانس موقع میگیره، یه موقع نمیگیره. اون داستان معروفی که هست میگن از هر 2 دلاری که تبلیغات میکنیم میدونیم 1 دلارش هدر میره، نمیدونیم کدوم 1 دلار هدر میره. تو این مدل تبلیغات کردن 2 دلار هدر میره قطعا. چرا؟ چون اصلا نمیدونیم مال کی داره تبلیغ میکنه. پس اگر این دوتا ام اتفاق افتاد، یعنی میشن و مانی، ما اینپوت دستگاهمون اتفاق افتاده، فرض کنیم این دستگاه تبلیغات اینپوتش اومد، حالا رسیدیم به پروسس، قلب این داستان. پروسس دوتا بخش داره، دوتا ام دیگه داره، مسیج و مدیا، یعنی ام سوم و ام چهارم میشه مسیج و مدیا. این که حالا من چه پیامی طراحی کنم و این پیام رو در چه رسانه هایی منتشر کنم، اینجا هم ما میرسیم به اشتباه دوم و سوم در تبلیغات. متاسفانه پیام ها چطور طراحی میشه؟ چون پژوهشی پشت کار نیست، میان تو پیام هم دوره هم میشینن یه دفعه جمله سنگین میزنن، سمی به قول این نسل زدیا، یه جمله سنگین میذارم میفرستن تو بازار، بعد تهش میشه مثلا مثل داستان بیمیتو دیگه، بکن بکن، یا مثلا برمیگرده میشه شبیه یه تبلیغی که ما هرچی نگاه میکنیم تو نمیفهمی یعنی چی. خب چرا؟ چون پیامه پشتش پژوهشی نبوده، از دل یه اتاق خلاقیت میاد که یه سری دور میز نشستن، میگه مثلا اکبر نظر تو چی میگه، اصغر تو چی میگی، میگه این جمله قشنگه بریم رو بیلبورد. حالا در شرکت‌ها حرفه‌ای چه اتفاقی می‌افته؟ اصلا قبل از اینکه مسیج تولید بشه یک بیگ آیدیایی باید اتفاق بیفته. در واقع اون بیگ آیدیا قلب پیام ماه. وقتی تازه بیگ آیدیای من شکل گرفت، حالا میام روی این ایده مرکزی، روی این بیگ آیدیا شروع می‌کنم پیام‌های مختلفی رو متناسب با جاهای مختلف، رسانه‌های مختلف و شرایط مختلف طراحی می‌کنم. یه مثال بسیار قشنگ که آقای دکتر مقدم می‌زدن و خیلی جالب بود، برای برند اکس بود، AXE، خوشبوکننده های خیلی معروفی که تو دنیا وجود داره. خب اینا یه ایده مرکزی داره تبلیغشون. ایده مرکزیش چیه؟ جهانی که زنان به دنبال مردان باشن، یعنی جهانی معکوس، زنان به دنبال مردان باشن. چقدر این جهان برای مردان جذاب میشه؟
حالا رو این ایده میاد پیام سوار میکنه. حالا دوستان با همین توضیحی که من دادم برن تبلیغات عکس رو بعد از این لایو ما ببینن. یه جاش میبینی یه مادر روحانی اینجوری گیره زده به دماغش که بوی عطر نرسه ترغیب بشه به سمت مردا بره. یه جا دیگهش میبینی وسط یه پمپ بنزینه یه خانومی کاملا مثلا محو یه مرد شده و داره این بنزینه میریزه و امکان انفجار وجود داره. یه جا دیگهش میبینی یه آقای داره میدوه یه سری خانوم دنبالشه. خب دقت کردی هسته پیامشو نگه داشته، هسته ایده رو نگه داشته، روی نه. ایده داره هی پیام‌های مختلفی با شکل‌های مختلف سوار می‌کنه. در نتیجه چی میشه؟ من مخاطب در استمرار زمان با این تبلیغات احساس هماهنگی می‌کنم. خب اینجوری نیستش که یه روز بگه قیمت‌ها شکست، یه روز بگه بهترین کیفیت رو از ما بخواهید، یه روز بگه با روزی 5,000 تومان فرش، یه روز بیاد بگه بیشترین تنوع، یه روز بیاد بگه صادراتی داریم، فرش‌های صادراتی، یه روز بیاد بگه مثلا کف قیمت. خب این نشون میده ایده محوری توی اون تبلیغ نبوده. یه روز یه دونه مشاور اینو فرستاده بالا، یه روز اونو فرستاده بالا. همجوری رفتیم یکیش جواب بده، یکیش جواب نده، میگه حالا تبلیغات یه موقع خوبه، یه موقع بده، جواب میده، جواب نمیده. پس اشتباه دوم تو طراحی پیام‌های تبلیغاتیه. جایی که چون ایده محوری نیست ما پیام اشتباه طراحی میکنیم. حالا بماند که در پیام هامون هم خیلی از آژانس ها اصلا تو کپی رایتینگ ضعیفن، اصلا بلد نیستن اصول کپی رایتینگ و چطور یه جمله ترغیبی بنویسن. و امروز هم که میبینی دیگه تو به قول خود تبلیغات شده یه چیزی که فکر میکنن فقط باب اینستاگرامیه و میرن به یه سری از این اینفلوئنسرها و واینرها و اینا یه چیزایی میدن و اونا هم بر خودشون چیزا مسخره بازی تولید میکنن و میگن دیدی جواب گرفتیم، یعنی اصلا پیام پشتش هیچی نبود. پس اشتباه دوم تو پیامه. اشتباه سوم توی مدیاست. ما الان کجاییم؟ ما ورودیمون رو گرفتیم، اومدیم تو قسمت پروسس این دستگاه، یه سری پیام طراحی کردیم. حالا این پیام باید بره توی یه سری رسانه و تبلیغ بشه. ما تو انتخاب رسانه ها هم خیلی اشتباه می‌کنیم. همینجا من یه نکته‌ای که به ذهنم می‌رسید همیشه خیلی جالب بود. توی شرکتی ما کار می‌کردیم، بعد با یه شرکت ایتالیایی هم اتفاقا کار می‌کردیم، یعنی ما نماینده‌شون بودیم، بعد ایتالیایی اصلا بودجه داده بودن، پول قشنگ یورو خوب داده بودن، ما تبلیغات کن. این به حساب مدیر عامل رفته بود که بالا اینکه میگم ایتالیایی در واقع چیزم نشه، اسم برندام نمیگیم، ما رفتیم دنبال کار تبلیغاتی. بعد نکته‌ای که بود، اشتباهی که ما اونجا انجام دادیم همین بود. اشتباهمون بود که بدون اینکه بیایم اینا رو بررسی بکنیم، یعنی این در واقع فورسی و فورپی و حالا این مسائل رو بررسی بکنیم، سعی رفته بودیم سراغ مدیا. یعنی مثلا گفتیم خب ما حالا کجا تبلیغ کنیم، چی میشه مثلا با چی تبلیغ کنیم، کجاها تبلیغ کنیم، یعنی بدون اینکه این سه تا ام اول اصلا روش فکر بکنیم، اتفاقی که افتاد رفته بودیم سراغ در واقع ام مدیا و اتفاق خوبی هم نیفتاد دیگه، چون اصلا نمیدونستی واقعا چه کار باید بکنیم. بعد یه گیر دیگه، یه اشتباه دیگه هم که اینجا وجود داره، خیلی از شرکت های تبلیغاتی که ما الان داریم متاسفانه باید بگم متاسفانه در واقع اینا مدیا فروشن. اصلا اصل بازی اینه که اینا کارشون مدیا، اینا اومده فقط رسانه خودشو بفروشه. حالا حتی تو اینستاگرام هم هست، اومده فقط اونجا رو بفروشه. اگه بیلبورد داره بیلبوردش اومده بفروشه، بعد میگه آقا ما برای شما کمپین تبلیغاتی طراحی می‌کنیم و مثلا این اتفاق برای شما میفته. ما آخرش تو اومدی برای روی این تمرکز می‌کنی. بفرمایید. اتفاقا اخیرا بود یکی از دوستان ما که ناشر هستن، حالا شاید هم ببینن این لایو، با من صحبت کردن، گفتن یه آژانس تبلیغاتی. من گفتم آقا من مثلا 50 میلیون ازت می‌گیرم، 10,000 تا کلیک میارم رو سایتت، از این مدلای پی پی سی. گفته بود آقا من 50 میلیون میگیرم، 10,000 تا ورودی میریزم رو سایت. بعد گفتم آقا نظرت چیه، مثلا تاثیر داره؟ گفتم خب بیاد بررسی کن. اولا که چقدر به نظرت مخاطب ما الان کتابخون هستن که واسطه این تبلیغ جذب بشن؟ خب دیگه وضع کتاب که معلومه نیست، این خیلی فکر کردن نداره، درصد بسیار کم. گفتم خب حالا الان من از شما یه جای بنر تبلیغاتی میبینم، کلیک میکنم میام تو سایتت، چقدر احتمال داره بخرم؟
شما صفحه تبلیغ طراحی کردی، لندینگ پیج داری؟ گفت نه. گفتم وبسایتت مثلا الان سازوکاری داره که از من ایمیل جمع کنه؟ گفت نه. گفتم خب حالا فرض تو اینام بود، 10,000 تا کلیک اومد رو سایت، چند نفر فکر میکنی اصلا به برای یک ناشر ایمیل ثبت کنه؟ حالا فرض کن یه مگنت عالی هم طراحی کردیم و گفتیم آقا مثلا دانلود پی دی اف فلان کتاب به رایگان، این تعداد چند؟ گفتم خب الان براتون میصرفه 5 میلیون هزینه کنیم؟ گفت نه. ببین اون نیومده بود اینا رو براش باز، اون میاد آقا 50,000 تا 5 میلیون مثلا بده، یا عدد الان درست بگم شاید هم اشتباه بگم، مثلا 5 میلیون بده 50,000 تا کلیک کنه، همین چیز. گفتم خب اینو بهت نیومده بگه که در نتیجه تو تبلیغات میکنی فردا 5 میلیون عجیبت میری، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. یکی از این اپلیکیشن های کتابخون، حالا این دیگه خیلی آمار پشت پرده ای، یه دوره یه کمپین رفته بود با یه برنامه تلویزیونی، الان خود همه فکر کنن یادشون میاد، بعد یه جلسه ای ما داشتیم که دوستان ناشدی که با اینا رفیق بود میگن خیلی جالب بوده آمارشون، مثلا فکر کن روند سعودی اینا اینجوری بوده، بعد میان با این برنامه جوین میشن یه مسابقه کتابخونی میذارن، برید تو اپلیکیشن کتاب بخرید و جایزه های میلیونی، میگفت اینجوری شده بود در حین اون کمپینه، بعد کمپین اینجوری شد دوباره مسیر خودش رفته بود، یعنی همون شد، فقط در این شتابی یه اتفاقی افتاد تموم شد ادامه پیدا کرد. چرا؟ چون اصلا اون آدم که به خاطر جایزه گرفتن میاد یه اپلیکیشن نصب میکنه، فردام خب کتاب کی میخواد بخونه؟ ولش کن بابا. پس نکته چیه؟ نکته این دغدغه‌ای که شما گفتی هست، بله متاسفانه چون خیلی از آژانس‌های ما رسانه فروشن و قرار اون رسانه‌های تبلیغاتیشون رو رد کنن بره، گاهی اصلا چشم می‌بندند بر این که آیا به صلاح مخاطب فکر شده است یا نه. و ما بازم دارم میگم برخی از آژانس‌ها، من احترام می‌ذارم به دوستان تبلیغاتی، قطعاً یکی از بازوهای رشد کسب و کارن و این موقع موجب ناراحتی نشه، خودشون هم می‌شناسن ما چیا منظورم. پس اشتباه سوم تو انتخاب رسانه هاست. حالا رسیدن تبلیغات پیام طراحی شده، حالا میخواد بره تو رسانه، یه دفعه پرهجم میگیم صدا سیما، میگه نه الان بریم تو اینستاگرام جواب میگیریم، یه دفعه اون که میگه نه بریم مثلا تبلیغات محیطی کنیم، میگه آقا معیار چیه اصلا؟ تو آیا دنبال گستره ای از مخاطبین هستی؟ آیا دنبال تأثیر بر مخاطبین هستی؟ آیا دنبال نیچ مارکت خاص داری میگردی؟ اوناست که رسانه ای تو رو تعیین میکنه، نه اینکه من میام بر مبنای اینکه ببینم خب ما که خیلی پول نداریم، کلا 20 میلیون بودجه داریم، میام بذارید از این اینفلوئنسرا اینستاگرامی تبلیغات کنه بره دیگه. خب 20 میلیون تو نده به این، 20 میلیون بذار تو جیبه، اون یه کار دیگه باش بکن. چرا؟ چون پولم محدوده، برم هر رسانه‌ای که به پولم خورد و قبول کنم. نه آقا این کار نکن. اگر واقعا به تبلیغات ایمان داری، آژانس برات برنامه‌ریزی کرده، با یه برنامه درست برو تو بازار. پس اشتباه سوم ما تو رسانه اتفاق میفته، انتخاب رسانه، حجم تبلیغ در یک رسانه، تکرار تبلیغ در یک رسانه و استمرار کار در یک رسانه. این چهار تا موضوع رو ما اشتباه میکنیم چون نمیدونیم باید چیکار. پس اینپوت ما اولین جایی بود که ما مشکل خوردیم، دومین قسمت تو پروسسه، تو مسیج و مدیا به مشکل میخوره. حالا اگر اینا اتفاق بیفته، خروجی این دستگاه تبلیغات من چیه؟ بهش میگن برنامه تبلیغاتی، کمپین تبلیغاتی. بله. خودت هم دیدی خیلی از کمپین‌ها رو، همونطور که گفتم اصلا کمپین نیست. یه سری چیزای بامزه مثلا دوره هم چیده شده و یه برنامه اکران رسانه‌ای، مثل برند بوکای که الان میگن آقا ما برند بوک طراحی می‌کنی، برند بوک رو وا می‌کنی صفحه اول لوگوئه. میگی داداش برند بوک می‌دونی چیه؟ این یعنی الان صفحه اولش لوگوئه. میگه بله، صفحات بعدی رو ببینید. می‌بینی مثلا حالا لوگو در رنگ‌های مختلف، بعد گایدلاین لوگو، بعد لوگو رو لباس کارمند، بعد میگه خب این خدمت شما 20 میلیون. این که لوگوئه، میگه نه این برند بوکه. یعنی اصلا نمیدونه برند بوک چیه، اصلا استراتژی برند چیه، اصلا تاکتیک ها چیه، لحن کاربر چیه، هیچ. میگه این برند بوک، این برند بوک ما تو کمپین تبلیغاتی هم داره، میگه این کمپین شما بفهمید اجرا کنید. حالا میرسیم به اشتباه چهارم، کمپین میره اجرا میشه، هیچ سنجه و معیاری برای کنترل و فیدبک گرفتن نیست. ام پنجم در مدل 5M میجرمنت، ارزیابی. آقا من باید بدونم این تبلیغی که رفت اجرا شد چقدر نتیجه داد. شاید به نظر شخصی من مهمترین مزیت تبلیغات آنلاین به آفلاین، که البته خب متخصصان هم میگن در حوزه دیجیتال مارکتینگ، همین میجربل بودن یا امکان ارزیابی داشتن.
من دیگه میدونم آقا این بنر رو در این سایت گرفتم، این بنر مثلا 200,000 تا ورودی کلیکش بوده، بعد میام تریس میکنم، ترک میکنم رو سایتم، ببینم این 200,000 تا چه تعدادشون به من سرنخ دادن، چه تعدادشون خرید کردن، من تکلیفم معلومه. این مثال خیلی خوبی دکتر مقدم میزدن، من برماخ جدید بود اون موقع، شما شاید دیده باشید مثلا یه دفعه بعضی از سریال های ترکیه یه دفعه کنسل میشه در حال پخش از این شبکه های معاند دشمن داره پخش میشه، بعد یه دفعه کنسل میشه. میدونید چرا؟ بگونیم خب نارضایتی. گفت آها این نارضایتی چجور میسنجن؟ گفت اینا مثلا فرض کن توی شهرهای مختلف مثل استانبول، مثلا ازمیر، آنکارا، تو مناطق مختلف افرادی اومدن ثبت نام کردن به عنوان گروه نظرسنجی. قسمت 3 سریال پخش میشه، اینا پس از قسمت 3 موظفن برن تو باکس نظرسنجیشون توی اون سایت اعلام رضایت نارضایتی کن از این قسمت سریال. بعد تو مثلا قسمت 3 پخش شده، هفته بعد قسمت 4 میخواد بیاد، ببینی مخاطبا دفعه قبل 70% رضایت داشتن، دفعه شد 50%، قسمت بعدی شد 30%. این روند نشون میده که تو داری مخاطب تو از دست میدی، پس دیگه این سریال نباید ادامه پیدا کنه. و این میشه که صنعت سریال سازی در ترکیه میاد میشه که صنایع سوداورشون، تحلیل میکنن رفتار مصرف کننده رو پس از تجربه، چیزی که ما اصلا در تبلیغات ایران نداریم. این مثال ساده بزنم، الان ما تبلیغات محیطی میکنیم، آژانس تبلیغاتی هم میاد میگه بله اورنس شما رفت بالا و مخاطبا شما بیشتر شناخته، ما میگه دست درد نکنه، خدا خیرتون بده، موفق باشید. چی گفته؟ چقدر اورنس رفت بالا؟ حالت درستش چیه؟ شما مثلا میخوای فرض بکن تو یک منطقه از تهران بری تبلیغ بدی، قبل از اینکه تو اون منطقه تبلیغات محیطی بدی باید یه گروه محقق بفرستی برن از یه تعدادی از مخاطب بر مبنای تراکم جمعیت اون ناحیه نظرسنجی کنن، ببینن چند نفر اسم برند شما رو میشناسن. مثلا اگر شما داری فرض بکن یک رستوران توی اون منطقه باز میکنی، مردم میگیم سه تا رستوران اصلی منطقه رو بگی، اصلا چند نفر اسم تو رو توی اون سه تا رستوران میگن؟ این تحقیق انجام میشه، حالا میاد تبلیغات انجام میشه، حالا پس از تبلیغ دوباره میریم تحقیق میکنیم، ببینیم خب اون دفعه کلا 10% ما رو میشناختن، الان 25% ما رو میشناسن، پس اینجا اورنس اتفاق افتاده. پس این گول رو نخورید که خیلی از آژانس‌ها میگن بله ما تبلیغات کردیم هدف اورنس بود. چقدر اورنس ایجاد شد؟ میشه معیار محمدی اورنس چقدر بوده؟ و حسن شاید تبلیغات آنلاین اینه که این خطا توش خیلی کمتر شده، چون ما KPI داریم، سنجه داریم و کامل تحلیل میکنیم چی رفت چی اومد. و این به نظرم چهارمین اشتباه بزرگه در تبلیغات، که ما پس از تبلیغ هیچ میجرمنت، هیچ ارزیابی و هیچ تحلیلی روی نتایج تبلیغات نداریم. پس اینجوری که من متوجه شدم، اگه آنلاین باشیم که یا دیجیتال باشیم که خب یه ذره در واقع بحث اندازه‌گیری و بازخورده راحت‌تر میشه، قشنگ حالا توی سایت ها اینا که کلیکیه یا میشه اندازه‌گیری کرد، توی آفلاین ها یا روش های ذره قدیمی تر هم شما میفرمایید که وضعیت موجود رو بدونیم، بعد بریم ترک کنیم، کارمون رو انجام بدیم که اینا اجرا کنیم، دوباره بیایم اندازه‌گیری کنیم ببینیم که حالا چه اتفاقی افتاد، بهتر شد، بدتر شد. اصلا البته خب فرق دیگه، ممکن مثلا یه عوامل دیگه ای هم بیاد به این کمک کنه یا یه چیزایی مثلا خراب کنه. ما بارها دیدیم دیگه، مثلا تو کمپینای اومده شروع بشه یه دفعه یه اتفاقی افتاده که اصلا اون کمپینه میره رو هوا، یا مثلا نه بیرونی، اینم دلار میره بالا، بیاد پایین. تبلیغات شد، یه دفعه کرونا اومد، کسایی که تبلیغات محیطی کرده بودن نابود شد، تبلیغات اینستاگرام داشتن میکنن، یه دفعه مثلا یکی از سردارای سپاهو میزنن، خب یه دفعه کل اینستاگرام یک ماه تغییر میکنه فضاش، خب تو تبلیغات نابود میشه. بله این شرایط هست، اما به قول شما من باید یه سنجه داشته باشم که مثال سادهش میگم آقا من در هفته توی این رستوران 1000 تا پاخور داشتم، تبلیغات رفت، الان دارم نگاه میکنم شد 1500 تا پاخور. مثلا من مشتری جدیدم و دارم دیتاهاشون رو ثبت میکنم، نگاه میکنم پس از این تبلیغات من در مدت این تبلیغ، در مدت این کمپین محیطی 2000 تا شماره تماس جدید جمع کردم، 3000 تا ورودی جدید داشتم، پس میگم برام میصرفه.
اما اینکه بگم خب حالا تبلیغات کرده فقط معیار چیه؟ فروشم بره بالا. چون فروشم نرفت بالا پس تبلیغات شکست خورد. خب این که دیگه هیچ معلومه دیگه، تنها معیار افزایش فروش. بسیار عالی آقا، خیلی ممنونم، خیلی لذت بردیم.